برای آن نشده شعرم را دن بله میبینیم بله استاد میبینیم آخه خوب بسیاری شعر شده کنم میرو خب بطن روانم کده بدم باز امو اپدیت شون بطن روان کدم نی بدن کس کس جواب نمیده بله استاد باشه اینکه نوریا جانم آمده کستگام از خدیجه جان صافی هم آمده این آمده خوبش خوب هم برتان عرض کنم پیش از اینکه ریچ کنیم ممکن است یک کمک کور کشانه که اگر یک زده سرش وقت زیادتر مصرف کنیم ممکن است که بسیار برتان مفید ثابت شد امروز در دنیای خارج در افغانستان این موضوع را که از تا بسیار وقت نشنیده بود مخصوصا پروفشنالیزم اگه شنیدان بودن چندان امو تمام جزیات و کلیاتش نمیفهمیدن منطقه امروز در دنیای مدرن اول میگن که آدم باید مثل کارایی را یاد بگیره اول باید medical ethics یاد بگیره بعد از دکتر شوه برای از اینکه این وظیفه و مسئولیت که ما شما داریم در مقابل مردم این مثل یک پل به اصطلاح ما شما مثل یک پل صراط وارست فقط که اگر آدم پا آدم این طرف لخچید در جنت است اگر این طرف لخچید در دوزخ است که این 100% از نظر قرآن و احادیثی هم ثابت شده معلوم دار دنیای متمدن تقریبا این چیزا رو کنا میگن آیا اتیکل است آیا اخلاق از نظر اخلاق درست است که کار آدم بکنه یا از نظر اخلاقی درست نیست که کار بکنه ما شما میگیم که آیا این رواست یا نیست روا اگر شما در لیتریچر مدرسه رزی بسیار زیاد تحقیق کردیم در کنفرانس های خود امریکا هم در کلان کنفرانس شرکت کردیم منتها قبرتان میگم که چیز کی هست یک پسان من دیگه یک ذره چی میشه بسار خب بر صورت مقصد من ایسته که اولی چیزا و در اینجا قدر همی مهم است که اگر ایتنه تنها بر دکتران نیست پروفشن به هر وظیفه که آدم باشه باید مسلکارایی را یاد داشته باشه با مسلکارایی باید یاد یادم داشته باشه و او را باید تعقیبم بکنه در اینجا اعتراض که در رزیدنس های ما مخصوصا یا در نرس ها یا تمام پرسنلی که در شفاخانه است اونا مجرد که در کار داخل میشن یک کورس یک روزه از صبح تا دیگر به نام هاسپیتالیتی این از این خاطر شفاخانه را نامش هاسپیتال ماندن هاسپیتالیتی یعنی میمان نوازی که آدم چطور یک مریض میمان نوازی میکنه او را میگیرن امتحان میتن اگر در او کامیاب شدن داخل کار شده میتنن اگر تا کامیاب نشد باز باید کورس بگیرن از او خاطر بسیار زیاد مهم است که تمام کسایی که در اینجا هست از آشپز گرفته تا جاروکش تا پیره‌دار تا دکتر تا رئیس شفاخانه کلگی باید این کورس بگیره و 12 قانون است که این امیره باید مخصوصا رزیدنس ها و دکتر ها و نرس ها باید مراعات کنند اگر اینا باز پسانی را شما میبینید اگر این 12 قانون مراعات نکنن یکیشه یا دوتاشه برشان یک دفعه امرشان میشین آدم گپ میزنه اختار میته برشان رشان میته که چطور آدم میره تعقیب میکنه اگر دفعه دوم نکدن از کار میکششن خب اینا یکمه کنه در سر از ما شما گپ میزنیم امی تعریف چی چطور است تعریف اتکس یا اخلاق اینی دکشنری وبستر است که میگه که ببینید میگه the principle of dealing with the باز فارسیشون برتون میگه with a good and bad and with moral duty and obligation میگن حقایق که با مسئولیت های وجدانی خوب و بد سر و کار دارد اینی خودش اخلاق a set of moral principle and value
مسئولیت ها و ارزش های وجدانی یک سیستم و نظریه ارزش های وجدانی دیگه شیست اساساتی که یک توده را اداره می کند the principle that conduct governing an individual group این امی پرنسپل هایی که آدم می تانه که دیگه مردم اداره کنه خب این حال از مورال چی هسته که وجدان است این هم again related to principle of right and wrong in behavior در وضعیت خود آدم باید بفهمه که از نظر وجدان چی چیز درست است و چی چیز غلط است کی را بر آدم میگن که اینی غلط است اینی ما شما رو مثلا ما شما رو نه از روز که با آدم خلق شد تا امروز خداوند گفته که اینی چیز درست است اینی چیز غلط است منتها دنیای مدرن ایرا تقریبا امور چیزایی را که ما تحقیق کردیم که 1500 سال پیش اسلام گفته امروز دنیای چی حتی یک تعدادش پورا اینا گفتم نمیتونم خب ایرا گفتیم که اساساتی که با پیش آمدهای خوب و بد سر و کار دارد اینی وجدان است اظهار و تدریس مشروع پیش از آمدن صحیح Expressing expressing or teaching concept of right behavior مفهوم وضعیت حقیقی و راست و درست آدم باید تدریس کنه sanction or operative on one's conscious or ethical judgment اظهار و تدریس مفهوم پیش آمد صحیح و اجازه قضاوت شعوری و اخلاق این مایید از دیخوا از دکتر صاحب اگر موبایل خود گپ میزنید مایکروفون تان آف کنید که با دیگرها اخلال میکنند بازر وقتی که سوال میکنید مایکروفون چی کنید ابراهیم جان چطور شد؟ پس برات روان کنم؟ اصلا خاطره جان عد کردیم؟ خاطره جان عد کردیم؟ و اصلا خودش چیش خراب است؟ اینترنت خودش خراب است؟ خاطره جان هست؟ که عد شده وقت؟ بلش اگر تلفن کرده بلش بگم بله سلام استاد تشکر بله حالا عد شدم بله خاطره جان آنچه عد هستی؟ بله بله استاد ناوخ عد شدم تشکر کنم. خب بسیار خوب خب این حاله ای رو خوب گفتیم که تعریف شفا میدین این حاله باز میگن که چند چیز دیگه هست در اینجا که اینه که مورال یا وجدان از طرف فامیل و مادر و پدر آدم یاد میگیره که معلوم دار دیگه اتیکس که اخلاق و اخلاق هر اخلاق که باشه در مکتب در کوریکولوم مکتب شامل است معلوم دار در مابین از این فاکتورهای کلتوری و مذهبی بسیار یک رول بزرگ بازی میکنه مثلا در کلتور میگه که کسی اگه در بیرون پایلوچ بگرده یک خانم این بسیار یک چیز خراب است در حالی که در باز کلتورا این هیچ خراب نمیگه بسیار یک رول بزرگ دنجه بازی میکنه خب این حال برتان میگه که the utility goal of quality healthcare quality healthcare چی هست این خلاص چی نیست total patient and patient's family satisfaction and happiness مریض و فامیلش باید به تمام مانا قانعشان و به تمام مانا خوش باشن provide an atmosphere of compassion and concern یک محیط را که به تمام مانا به دلسوزی و به
concern یعنی مقابلشان آدم بسیار زیاد چی باشه متوجهشان باشه باید آدم تولید کنه. ببخشید کلش پس میره. میره ما چون فارسیش و قدر خوب من هم بفهم اینجا ترجمه کردیم. بله ببینین این پرسش اینجا میخونم. عرضه کردن یک فضای با ترحم و با علاقه، اینی بسیار زیاد مهم است. دیگه یگانه امید مریضا و چی امید مریضا و ای که اعتماد مریضا و سر دکتر است. وقتی که مریض به شما میاد ام بهترین چیز را که در حیات از هست که صحتش است و حیاتش است او را سر ما اعتماد میکنه. از او خاطر است که توصیه میکنن که شما هر مریض باید مثل یک عضو فامیلتان تداوی کنه. یعنی بسیار زیاد مهم است. هر وقت یک مریض میاد باید یا خود در جایش قرار بدیم یا مادر خود یا برادر خود یا اولاد خود که امر از او چی قسم امر مریض آدم که شما بکنه. ببینید the most important responsibility of physician که کل دنیا به یقیده دارن و اسلام هم به یقیده دارن to seek the maximum and most up-to-date knowledge مثل که شما میکنید and skill and feel very confident and comfortable providing quality care to his or her patient که باید کوشش کنه که تا آخرین درجه یاد بگیره و معلومات خود و ظرفیت خود و مهارت های خود بلند کنه که بتونه که بهترین خدمات صحی برای مریض خود به صورت بسیار آرام و به صورت بسیار محبت آمیز برای او باید بکنه. این مثل که شما در این شامل میشین در این صبح وقتی میاین این اینمی و مهمترین وظیفه یک چیز. It is absolutely forbidden. Forbidden در چی forbidden میگن در قانون مدنی ما شما حرام میدیم. To treat a patient without having a smallest idea about the diagnosis. Please do not use blind therapy. متاسفانه در افغانستان یک تعداد دکتر صاحبا مخصوصا در اطراف یا بسیار کسایی که هیچ دکتر نیستن. میفهمین در افغانستان فعلا میگن که 3000 نفر که هیچ فاکولته طب نرفته پرکتیس تبابت میکنه. در اونجا خویش کدام ایسایی نیست، کدام رجستریشن نیست، لایسنسینگ نیست، کوالیتی کیر نیست. از خاطر که اینی بسیار زیاد مهم است. ما اینی را از قسم را که در فاکولته طب ما شما خوردیم و میخوریم و یه قسم هیپوکرات است که اینا از ترجمه کرده. خود دیگه چیزایش اخبار صورت است. اینجا ببینیم که ما شما قسم خوردیم. سوگند یاد میکنم که در وقایعی که به تشخیص نرسم برای مریض خود بی موجب نسخه نخواهم نوشت و برای آموزش بهتر به مشوره و پرسش از اطبای دیگر و راه مسلک مستفید خواهم شد. مثل که شما میکنید خاطره جان از اراد برای من تلفن میکنه که این مریض چطور کنیم یا همی دوارا چطور بتیم یا این مک برتان بگم شما هر روز همی یک سوال میکنین که دیپو پروورا چطور است، چطور تاثیر میکنه، چرا سبب خون ریزی ها میشه. اینمی رو شما اینجا برازی که نفهمیدین اینی رو پرسان میکنین یا اگر فهمیدین تایید میکنین که همی معلوماتتون صحیح است. اینی یک کار فوق العاده ثواب است. اگه این کار آدم نکنه و کورکورانه نسخه بده فوق العاده یک گناه عظیم است. باور کنین من ممکن است برتان پیشتر گفته باشم من در 15 ولایت افغانستان دمی 20 سال خو همراه پشاور اگه بگیرین و کویته و جالبات 40 سال میشه. دمی 40 سال من اقلا 20 هزار نسخه را ممکن است که سرش مرور کرده باشم. باور میکنین که دمی 20 هزار نسخه از 15 20ش به مرضش مربوط بوده دگاهش نبوده. مثلا یک نفر میاد برای انفرتلیتی برای زو بدون از که اون خود ما شما موضوع انفرتلیتی گپ زدیم که چقدر موضوع مغلق است و در افغانستان چقدر کم به اینا کمک شده میتونه.
مثلا اول میگن که اگه آنتی بیوتیک تراپی میکنن 5 رقم آنتی بیوتیک برش میدن، باز مطلب داره تاثیر نمیکنه. بعد از باز میگن هورمون تراپی میکنن، باز هورمون تراپی رو میکنن، باز بعد از ویتامین تراپی میکنن. باید اینی دکتر سه به فکر ما از نظر پروفشنالیسم و مدیکال اتیکس با تمام مانا نارواست. اینا شما که ایره میخواین بفانین، میخواین که تبابت درست اویدنس بیس مدیسن اک ما شما چه قصرش گب زدیم اونی رو بخوانین. شما اصلا مجاهدین و غمخور از اون مملکت اینمی شما هستیم، به شرطی که ما برطرم اینمی را تعقیب کنین و کوشش کنین که مرغ پلاو هر روز نخورین، هفته دو دفعه بخورین و امور بسیار با یک وجدان پاک و صفا بخورین که شب شما را خواب ببرن. این حال پروفشنالیزم یا مسلک‌آرایی چی است؟ مسلک‌آرایی در هر چیز است. باور کنین که در کیور ما که اول چیزی که کردیم ما اینه میره نه تنها برای دکترها، 420 نفر امپلایی داشتن می آمدن کلشن در کافیتریا، هر سه ماه بعد سر از این گپ می زدیم و باز 360 درجه آدم یک اولویشن میکنه، ارزیابی میکنه که شما مرا ارزیابی میکنید، من شما را، شما نرس، نرس باز دکتره که باز کل دیر جمع میکنیم که خب ببینید که کی وظیفه خود درست اجرا کنه. باور کنید که بعد از 6 ماه 95% در وضع دکترها و نرسا و پرسنل امرای مریضا و مراودات ما بین خودشون 95% بهتر شد. باور کنین که قبل از سبا پیش من می آمدن که ما تا امروز نمی فهمیدیم که ما چقدر امرای مریض وضعیت خراب میکردیم. اینی بسیار زیاد مؤثر است و بسیار یک ثواب بزرگ است برای کلگی. پس از اون خاطر امو کسی که در دان دروازه است استادت یا کسی که روی دالجه را پاک میکنه او هم باید پروفشنالیزم بفهمه. خیلی ببینین تا چیش میگه تعریف شد to perform his or her duty in a perfect manner. نگفته که کی دکتر یا انجینیر یا آشپز یا نرس، که هر کسی که وظیفه خود را به تمام مانا پرفکت ادا میکنه اونمو یک پروفشنال است. To be polite باید بسیار زیاد مؤدب باشه، با احترام باشه، آدم ورزیده و بسیار کشتکانه نباشه. And continuously seek knowledge. در هر شخصی که است باید به صورت مداوم کوشش کنه که علم یاد بگیره. حدیث از مکه شما بهتر میفهمین که اطلب العلم ولو فی السین. در شما سین دیگه در اون وقت چین، در اون وقت کوه قاف بود. شما علم تجسس کنین ولو که در چین باشه. خب این حال دیگه تعریف های ازی چیست از پروفشنالیزم؟ To respect others' opinion and conduct discussion in an atmosphere of learning process and constructive criticism. یعنی مثلا ما شما چی میکنیم؟ یک دسکشن داریم، این باید یک فضای فوق العاده علمی، فضای فوق العاده با احترام، فضای که آدم از ایش یک چیز یاد بگیره. عدم موافقه بسیار جد صحتمند است، بسیار امراش آدم یاد میگیره. منتها عدم موافقه یا کریتیسیزم یا انتقاد برزی نباشه که خدا نکسته یک کس رو آدم کم بیاره، برزی باشه که به نظری هر کس آدم باید احترام قائل شه و از یه چیز یاد بگیریم. کنستراکتیو باشه، یعنی اعماری باشه، دیستراکتیو و تخریبی باید نباشه. که اینی گپا رو ما که در راوند کردیم، شفاخانه رفتیم، در ملالای رفتیم، در دیگه جای شفاخانه استقلال رفتیم، اینمی چیز ما بسیار زیاد تایید کردیم، مگر متاسفانه که کسی او قدر تعقیب ممکن سال درست شده باشه. تو که میگه to promote and encourage everyone to practice and discussion. کلاگیره میگه شما باید برشون تشویق کنین نشانه و اجازه بدین تشویق کنین که دسکشن شامل شون.
and develop their own skill and knowledge. باشیم که ابراهیم جان اجازه چی بتیم؟ اجازه ریکوردینگ. کجا هستی ابراهیم جان؟ ابراهیم جان صدایت بالا کن که من اجازه ریکوردینگ برات بتم. نمیشنوی آواز من باز؟ حالا آواز من میشنوی ابراهیم جان؟ بله استاد، حالا درستیم. خود را شده نه ریکوردنگ تا مجازه دادم. شما خیلی این لکچر دیدین هم بر شما قدر نو نیست. یک دفعه شینی دماره استاد. آه بله. یک کمک ورم در باز چیزا رو داشت تغییر آوردیم. ببینین گفتیم که ما شما باید هر کس هم مخصوصا استاف جوان ها باید اجازه بدیم تشویق کنیم که در این دسکشن ها علاقه بگیرن، نظریه خود بگیرن، سوال کنن. من همیش برای رزیدنس ها میگم و برای کسایی که امروش هم کار کردیم، یک کلمه را که شما همیش تکرار کنین بسیار زیاد شما یاد میگیرین که کنجکاو باشین و همیش بگوین وای. اگر ما بگویم که دیپو پرورا را شما برای کانترسپشن استفاده کنین، شما بگوین چرا، تاثیر ازی چیست. اگر من نفهمیدم میگم نمیفهمم، اگر فهمیدم براتون جوابشم میگم. از او خاطر این دسکشن ها که برای کلگی آدم باید اجازه بده، این همی مهارت ها و معلومات نظری آدم فوق العاده نالج آدم ای زود بلند میبره و با زیاد آدم میمانه. ببینین to pass his knowledge and skill to others without discrimination. حدیث شریف است که بدون ازی که آدم کنم تبعیض داشته باشه، اما فهمیدگی خوده به هر کس، ولو که کافر است، مسلمان است، اندوس، افغان است، پشتون است، هزاره است، هر کسی که است، بدون کدام تبعیض آدم باید به 100% کوشش کنه که برشان بده. از امو خاطر از حدیث شریف میگه که کسایی که علم نافعی داره و دیگه کسا از او استفاده میکنن، این اجر ازی تا روز آخرت بعد از وفاتش برش میرسه. حدیث است. ببینین که چقدر این گپا مهم است و در پرکتیس ما و ای که مریض ها چقدر دعا میکنن براتون. یک مریض که شما به بسیار محبت و احترام مثل فامیلتون را چی میکنین، باور کنین که دعای ازی از عرشم تیر میشه. این حالا باز میبینین پسان احادیث راجع به ای To be kind and helpful to junior staff and promote their development. جونیور استاف باید ادن باش بسیار مهربان باشه و اونا را تشویق کنه که اساس را دیولپمنت کنن و ارتقا کنن. To be humble باید ادن فوق العاده متواضع باشه. And admit his or her inadequacies. باید قناعت کنه به چیزایی را که نمیفهمه. با تمام موضوعات منفی و نادانی و نافهمی خود باید قناعت کنه. باور کنین که آدم اگه تا با مو تمام نواقص خود اعتراف نکنه، هیچ امکان نداره که آدم چیز رو یاد بگیره. میفهمین من بعد از بسیار سالا پرابلم افغانستان تا امروز که یک تعداد زیاد مردم اینا نمیفهمن که ما نمیفهمیم. امی کسایی که شما را ترین کده یک تعدادش جواب شد که شما را نمیته یا جواب غلط میته یا سر شما قار میشن، ای از نظر medical ethics به تمام مانا غلط است. اگه در اینجا یک کار کسب کنه او را از کار میکشن. امی چند روز پیش یک دکتر عراقی بود در اینجا که امراه ما آمد به عیس استاد گرفته میشد. 6 ماه به عیس استاد کار داشت چون وضعیت بسیار خراب میکد امراه مریضا و رزیدنس ها فورا کشیده میشه. 1 سال میشه تا امروز دیگه کار پیدا نکرده، تانسته نتانسته. برای زی که هر کس تلفون میکنه که ریچه رو کشتین میگن از این خاطر. از او خاطر تواضع و دیگه کسا رو باید آدم که به همون نواقص خود آدم باید همیش اعتراف کنه. هر وقتی که به نواقص خود آدم اعتراف کرد میتونه که اون آدم پس اصلاح کنه. در افغانستان مطلب مشهور بود که میگه افغان ها هیچ کس نمیگه که ماسم ترش است. کلگی به تمام مانا هر چیز میفهمه. تعریف و صفات پروفیشنال چی هست؟ یک پروفیشنال respectfulness باید
همه را احترام کنه. شما بفهمین که احترام دکتر سبا ایش وقت دادن به پیسه و به زور گرفته نمیتونه. اگه میگرفت آلی تفنگ سالارای ما و گلبدین خان و مفهوم سیاب خان و دگه و دگه، امروز بسیار مردم به اینا احترام میداشتن. احترام باید آدم سزاوار شود، یک وضعیت بکنه که آدم سزاوار شود. از این خاطر شما میفهمین که در اسلام همین میشنری که در دیگه در عیسویت هست هیچ نیست که بران خانه به خانه بگوین مردم که بیاین مسلمان شوید. این اصلا من است. در اسلام امبریسمنت است، یعنی با آغوش گرفتن است. میگه خودتان اتی یک وضعیت کنین امرای مردم که اونا بیاین به طرف شما جذب شوند. مثل که اونو میفهمین قصه پیغمبر علیه السلام که یهود در شب سرش خس خاشاک هم انداخت. یک روز که تیر شد خس خاشاک نبود، چتلی ها رو منداخت سرش، رفت دروازش تک تک کت که او بیادر چی که پس امروز خدا خدا ناکدت ناجور نشده باشی که گاربش در سر من افتیده. به اینی اخلاق او یهود هم اونجا مسلمان شد. از او خاطر است که هر کس دیگر و نظری هر کس مذهب هر کس باید آدم احترام کنه. اینی خودش یکی از صفت اول پروفیشنالیزم است. ببینید not to be prejudiced که باید تعصب نداشته باشه. امروز افغانستان ما را، امروز امریکایی که به این تمدن رسیده، تعصب ده 4 سال پیشتر که یک بسیار زیاد تظاهر کرده به خاک نشانده. چند صد نفر تا بال در امریکا مرده که فرانی میفهم سیاس و کلانی سفید است و کلانی زن است و کلانی فرد است و مسلمان است و هندوس است و ازبک است و پشتون است و هزاره است. ببینین در سالهای اول که اسلام نازل شد، در سالهای اول اسلام این آیت شریف نازل شد که انا خلقناکم من ذکر و انسا شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. گفت ما شما را خلق کردیم از مرد و زن و شعوب و قبائل و رنگ و اینا مختلف، فقط که ما بینتون یکی دیگه تون بشناسین. اگر کل ما شکل ما یک رقم می بود، خوی دنیا هیچ امکان نداشت پیش می رفت. تنها بار که گفتن اونلی، تنها که یکی دیگه تون بشناسین، مگر بهترین تون پیش خداوند او کسی است که بهترین اخلاق و بهترین رویه داشته باشه. نگفته که سرخ باشه، سفید باشه، پشتون باشه، هزاره باشه، یا تاجک باشه، یا هیچ. فقط گفته تنها با اخلاق. که امروز متاسفانه از این ممالک غربی زیادتر استفاده کردن و ما مسلمان ها از این بسیار زیاد استفاده کم کردیم. امروز در مابین افغانستان شما میفهمین خود وکیل صاحب گفت که 3 نفر وزیر گفت که برش رای ندادن از خاطر که اینا رشوت صحیح نداده بودن. این رو خواهی امروز در خبرها شنیده باشین که 2 بیلیون که برای کووید آمد، برای ویروس آمد، تقریبا نصفشه این زمامدارای ما برای خود موترهای زره خریدن، خانه ها گرفتن، خرچ دسترخان گرفتن، اپارتمان‌های لوکس را کرا کردن. ببینین که از خون مردم افغانستان ما استفاده میکنیم. چطور شده میتونه که این آدم با قرآن عقیده داشته باشه؟ بر صورتی رو برتان میگم که این همی کلش از صفات پروفیشنالیزم است. پرسیژن که باید بسیار زیاد دقیق باشه. ارگانیزیشن بسیار زیاد منظم باشه که کارش ارگانایز باشه. مثل که از ما شما کار ما فوق‌العاده، من بسیار زیاد افتخار میکنم که شما ارگانایز هستین. به وقتتان میایین، گوش میکنین، سوال بسیار معقول میکنین، در حالی که میفهمین ما براتون گفتیم که هیچ سوال نامعقول نیست. هر سوال بسیار حتمیست. کلینلینس که آدم باید پاک باشه. ببینین اسلام 1500 سال پیش گفته بود که نظافت من نصف ایمان، نظافت نصف ایمان است. منتال کانسنتریشن که بسیار تراکم دماغی داشته باشه، مثلا که شما گپ میزنین یک موضوع رو میشنوین فکرتان یک طرف دیگه نباشه.
گوش کنین که هر قدر که بتون آدم از روی استفاده کنه. Precision is work. بسیار دقت در کارشون، کار سرتیری نکنه، کار باید دقیق آدم بکنه. Honesty and trustworthy که باید بسیار زیاد صادق باشن و قابل trustworthy و قابل اعتماد باشن. اعتماد در قرآن، اعتماد فرض است. خداوند میگه که ببینین، میگه که چیست که همی واشن که آیت شریف چطور است که یا ایه لیدن آمنو انا خلقناکم، نه چطور است نه امجانی آیت مرانی دقیقه یادم رفت. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. میگه شما را امر میکنه که امانت باید امرش خیانت نکنه، امر اهلش. و اگر شما را کسی به الفاظ بد بگویه، شما مقابلش یک سلام بده. اینی را خود مولدان در تورات شریف آمده، انجیل هم آمده که اگر یک رویتان کسی چپات بزنه، روی دیگه تان دار بتین، که عین ادامه قرآن هم را ادامه داده. از او خاطر است که یک مریض که به شما میه، بیشتر براتون گفتم امانت صحت، امانت حیات خدا سر ما میشه. او بیچارهش نمیفهمه، ولی اگر این مریض ها اگر بوی ببره که قدرت الله مجدیدی چه قیاد داره، یا چه قدستش در عملیات قابل است، یا چند هزار مریض تا بال عملیات کرده، این را هیچ او نمیفهمه. او فقط میفهمه که قدرت الله مجدیدی امره از چه قسم وضعیت میکنه. آیا این به احترامانه امرش پیش میه یا خشن امرش پیش میه؟ بار کنیم در شفاخانه عربی بلخی، میره برتان یک مثال میگم، من قصر انتخاب میکنم. مریض اپیزیتومیش بدون یعنی استیزی میدختن، مریض یک ذره قلمقال کرد، دکتر سر به سر چوکی خود خیس رفت، یک امره دستکش خونپر، یک سیج سلید امریش زد که خوش باش که من تو را کوک میزنه، چپ باش صدایت چپ کن. این دکتر در عمر خداوند نمیبخشه. برازی که اگر خود ازی از بجای زده اونجا باشه، باید میفهمه که چی گپ است. و اینجا در کوریکولوم ما یک فیلم است، اگر شما دیده باشین یا ندیده باشین، یک فیلم است به نام داکترز. یک دکتر جراح قلبی است، قلبی بهایی است، که او فوق العاده وضعیت خراب میکنه، مگر بسیار قابل است. بسیار خراب وضعیت میکنه، چند وقت بعدی خود ازی به کانسر حنجره مصاب میشه. وقتی که میشه پیر پیش دکتر، یک دکتر زن است که متخصص هد نک سرجری است، ویره در میوتاق توی خود میسازه، فقط امی حیوان واره امراش وضعیت میکنه. خب هر صورتی را عملیات میکنه، خوب میشه. این وقتی که پس میه، 180 درجه یک نفره کل رزیدنتای خود میخواه، با تمام منو 180 درجه یه آدم درست شد. برازی که میگن چی میگن؟ اون مطلع که سوار از دل پیاده نمیده و سیر از دل گشنه. از اون خاطری بسیار ذاتی موضوع مهم. اینال یک سوال است، میگن Who is the most important person in a health system? The patient. وجا میگه که رئیس شفاخانه، وزیر صحتیه، یا شف سرویس. نه، مهمترین چیز مریض است و خود شفاخانه که نامش هاسپیتال ماندن، از هاسپیتالیتی گرفته شده. یو هاسپیتالیتی یا مهمان نوازی برای اینی شخص است و برای فامیل اینی شخص است. دیگرها در قطار دوم و سوم و دوم بیستم میه. از او خاطر است که ما شما وظیفه ماست که خدمت این ازیا را بکنین و خدمت ازیا برای شما اجر آخرت کنه. اجر دنیا را به خود برتون به خدا میده. عجب. مخصوصا در افغانستان دکتر صاحب، مریضان در امریکا واقع نیست، در افغانستان مریضای ما با اندازه قدردان هستن که شما هیچ تصور کده نمیتونید. یک مریضی که بسیار یک فستول کلان داشته، جاغوری، و عملیات کردیم، یک دفعه دیگه باز عملیات کردیم، بسیار خوب شده، کم آره لیک میکنه، مگر فستولش بسیار زیاد کلان بود. میفهمین شوهر از این بیچاره یک دکان بوت مستعمل داره، وضع اقتصادی خوب نیست. به من هر ماه تلفن میکنه، ولی پری روزم تلفن کرده، دکتر صاحب چطوری؟ جانمان تو خوبه؟ خانه خوب است؟
دکتر صاحب نفسجان خوب است، همراه من گپ میزنه. یک فصول عملیات میکنیم، خانه خشک میره، بار کنین ما اینه که یک دانه، اینه که یک دانه کیک میره. دکتر صاحب من دیگه چیز نداشتم، اینه میره از طرف ما قبول کن. از چشم آدم عشق سر میکنه. از خاطر این مریضا را که آدم به صورت محترمانه همراهشان دست کنه، بسیار زیاد یک عجر بزرگ است. این حال سعی کنید که این مریض به چی قسم آورده، بیچاره و ازش خراب است. از خاطر مریض، این مریض در وقت عملیات آمدن ازش برش تشریح میتن، کلی چیزها رو برش میگن و بسیار وضعیت خوب و مهربانی میبرنش بر صورت. دیگه از صفات پروفشنالیزم چی است؟ To be kind to the patient and their family and all other colleagues and employees. Explain everything to them and be kind. نه تنها بر مریض آدم باید بسیار زیاد محترمانه پیش بیاید و بسیار مهربان باشه، بلکه مابین خودم با بین یک دیگه خودم مهربان باشه. هیچ وقت باید آدم فکر نکنه که ما از اینی شاگرد خود کده بهتر هستم. نه. هیچ وقت. Keep your knowledge and skill up to date. مثل که شما میکنین. ببینین؟ یکی از خصایل پروفیشنالیزم است. Dress properly. باید آدم کالای درست بپوشه. میفهمین که همین هفت پرنسیپی که در افغانستان میگم در اسلام برای صحت است، یکیش کالای درست و کالای پاک پوشیدن است. که حدیث شریف است که میگه که علم علمانه، علم الادیانه و علم الابدانه. دو علم است، یکی علم دین است و دیگه علم ساینس و طب است. رسول الله صلی الله علیه و آله میگن که مردم از دانایی خود و از نالج خود بسیار زیادتر گمراه میشن و بسیار مغرور میشن از اینکه از نادانی خود شون. پرسان کردن صحابه که چرا؟ گفتن که برای اینکه یک قدرت الله مجددی در یک جای لکچر میده و مردم بسیار برش چک چک میکنه و میگه بسیار تعریفش میکنه، این به دلش غرور میه. اما دقیقه دنیا و آخرتش خراب میشه. صحابه گفتن که و دیگه تواضع بسیار زیاد مهم است. ببینید خدا میگه که و عباد الرحمن الذین، عباد الرحمن که صفت رحمانی خدا میده، بنده های رحمان خداوند کسایی هستند که در زمین به تواضع را میدن. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الهوان، و اگر کسی اونا را مخاطب میسازه اونا را فقط میگه که سلام علیکم. قرآن است. حدیث چی میگه؟ میگه که بادار مردم نوکر مردم است. از این خاطر هیچ وقت آدم نمیخونه. باور کنین که شما در شفاخانه برین امروز کسی یک دمیر جارو را پرسان کنیش که پدر چطور هستی؟ یک دست بتی امروز. اینی به ذات خود نشان میده که شما چقدر تواضع دارین. شما از او که خود بلند حس نکردین. پس اینی صفات است که نه تنها دنیای امروز سر ازی بسیار جد تایید میکنن، ایره مار شما را 1500 سال پیش قرآن و حدیث نشان داده بود. To be kind to patient, to family, explain of management and respect their wishes. باید چیزی که مریض میگه هیچ وقت سر مریض آدم باید قبول کرده نتنه. فقط برای مریض آدم میگه که اینی راست، به عقیده من اینی بهتر است، اینی خطرش است، اینی نیست. این حال اختیار کلش به دست مریض است. آدم هیچ وقت قضاوت در قسمت فیصله مریض کرده نمیتنه. اگر پرسان کرد که تو چی فکر میکنی، من میگم که اگر خانم من باشه، اگر مادر من باشه، من عملیات میکنمش. دیگه چیز مهوره نمیگم که تو بکنی یا نکنی. گفته که to keep update with the medical progress and decent knowledge and skill to provide the available care to patient. پیشتر گفتیم. Decent attire, کالای درست as part of professionalism. خیلی خوب پیشتر حدیث گفتیم. این حال پروفیشنالیزم آدم چطور درس داده میتونه. پروفیشنالیزم میتونه درس داده the most effective way the instruction appropriate to behavior and impose a consistent policy of zero tolerance. که تحمل ما در مقابل کسایی که از تخلف میکنن زیروست. مقابلشان تحمل نداریم.
دیگه بهترین راه، اولین راهی که خود آدم نمونه شوه است در رو مارل. اگه من رو سگرت بکشم، هیچ وقت اولاد خود گفته نمیتونم که سگرت نکش. پس رو مادلنگ یا نمونه بودن از بهترین چیز هاست برای پروفیشنالیزم. دیگه معلوم دار کسایی که ان پروفیشنالیزم بیهیویر دارن برشان باید دادم میگه. دیگه لکچرز هست، اینه مثل که ما شما حالا لکچرز دارین. سمال گروپ سمینار هست، در اینجا سمینار های گروپ هست. یک سمینار بود چند وقت پیش که دو روز بود، یک روز مکملش پروفیشنالیزم و امریکال اتیکس از نظر مذاهب بود، که مذاهب بودایی و هندی و کریستیانتی و یهود و اسلام در اونجا اجازه بود. هر کس از نظر مذاهب سرش گپ میزد. خوشبختانه که در اسلام بسیار زیاد رفرنس هاست در سر امریکال اتیکس، بسیار یک استقبال خوب شد. رول پلینگ اکسرسایز رو بیشتر گفتم. خود آدم باید پیش قدم باشه. دایرکت ریدینگ، شما اگه برین گوگل کنین پروفیشنالیزم یک قبرتان مبره چی بگین. وان آن وان ابزرویشن. حالا مثلا ما شما که در کلینیک گپ میزنیم یا در ویزیت میکنیم، باید ببینیم که امی بسیار وقت شده در کابل هم شده، در ازاراجات هم شده، در کیر هم شده. مثلا در پیشروی هیچ کس آدم باید در پیشروی مریض یا پیشروی دیگران یا گوشه میسازه شده، میگه که بهتر از کمرای مریض اینی قسم آدم نزید. اینقدر که این مؤثر است از این که شما در پیشروی رو سرش کار کنین و رو تحقیر کنین، هیچ مؤثر نیست. دیگه ارگنسی است و دسرکتورپل که آدم کسی را احترام نکنه، بهش احترام نداشته باشه و مغرور باشه. پریجدیس که پیشتر گفتیم از نظر جنس، از نظر اتنیسیتی، قوم، سن، سکشوالیتی، انتلیکچوال اور پرسنل دیسانستی. یه ترست که اینمی 12 چیزی که گفتن، که اینمی 12 کود است که باید هر کسی که پروفیشنل هستی رو باید تعقیب کنه، که باید مغرور نباشه، متعصب نباشه، intellectual personal dishonesty نداشته باشه، که خائن نباشه، orientation معنی چیست که مردم هم مثل که پیشتر گفتیم از نظر یکی که وارا میشناسه شناخت هست، اونا را باید یک موقع بیشتر بتا. مثل که ما در کیر وقتی که نفری را میگرفتیم، باور کنیم که یک 50 تلفن خو از سنا، از وزارت سیه و حتی از خود قصر سلطنتی، حتی خود خانم رئیس صاحب جمهور برای من تلفن کرد که فلانی روان میکنیم که بگیرین. گفتم 1000 دفعه بیاین عملی امتحان بتن. هر کسی که امتحان کامل شد، هر که از دم شمشیر پرد نوشش بود، ما قبول نکردیم. دیگه بسیار زیاد مخرش باشه، بسیار زیاد غیر احترامانه امرای تمام کسایی که کار میکنن، کوورکرها یا مریضا باشه. lack of accountability باشه for medical error and administrative. وقتی که چیزی از پیشش خراب میشه، همیش باید اعتراف کنه. اون وقت از غلطی خود همیش آدم یاد میگیره. اونمو گفت است که اگر به غلطی خود آدم اعتراف کرد، یاد میگیره، به شرطی که امرایش تواضع یک جای باشه. که دیگه آقا نگوه که مثلا دکتر سب شفاجوی رو گفته که توی رو تو میکنی، تو کیستی که برای میگی؟ در حالی که حقیقتا باشه که از نظر ساینس و طب برش هم رش گپ بزنه. The fiscal responsibility از نظر مصرف و بودجه و اینا. و دیگه چیسته؟ کسایی که دوام میتن یا لابراتوار آردر میتن که از یک کیک بک بگیرن. ما اکستریملی کامن این افغانستان در بعضی ولایت ها به شمول غزنی، ما قراردادهاشان پیدا کنیم که ما بین لابراتوار و ما بین آلتراساون اینا که مریض را که برشان روان میکردن 33% از اونا کمیشن میگرفتن. دیروز پریروز در
طلوع ممکن است شما شنیده باشین که چندین لابراتوار اعلی وزارت صحت میخواد که چی کنه که کلش به اساس پیسه چی کنه. رئیس در رئیس در کیور به طریقه لگی در مخصوص چیز دانتا کار بی زمین در کیور نظام جور کنه امریکا تا دیوانا نه بله ای کدام کسی از گپ میزنم من میشنم کی هست امره ما گپ بزنیم. خب رئیس در ساعت همه جالبات من دو دفعه جالبات رفتم بسیار disappointed شدم. یک لابراتوار خریده بود که به صورت اتوماتیک تمام الکترولایت ها و چی و چی و مهرونا و دگر دگر چی میکرد. از دکتر برای دکتر آمر کده بود که هر مریضی که میه باید شما این مانت لابراتواری رو دسترش بکنید. از این کده پیسه حرام نیست که شما در خانه ببینید. هم گوشت و پوست فامیلتان حرام میسازید. ببینید که تعصب است که همون گپ انا خلقناکم من ذکرن و انساس. دیگه چیز هشتمش lack of sustaining commitment to self-learning. یعنی مثل شما که میخواین یا خودتان یاد بگیریم. اگه چیز نباشه تخلف از قوانین پروفیشنالیزم است. تریکن وداد انی دیاگنوزس بیشتر سر از گپ زدیم. اینی گپا اگر هر وقت که در اینجا باشه یک دفعه آدم برش اختار میته میشینه امرش کار میکنه برش وقت میته. اگر نشد از پروگرام میکشن شد. Lack of due diligence که مسائل اقتصادی خود درست نمی کنه. Carelessness, laziness, inattention تندان توجه نمی کنه. Detail and failure to follow through the management plan. یک management plan برش میتین پشتزی نمی گرده میره یک کار خود سر خود میکنه. Personal excess که بسیار زیاد اسراف میکنه. دیگه substance abuse که از دواهای مخدره استفاده میکنه. قمار زدن و دیگه بسیار به ایتیاتی. دیگه sexual misconduct که با امپلوئی خود یا با مریضا شما اگه در اینجا شما را یک دفعه گیر کنن با یک مریض مرد باشه زن باشه یک عملی سکشواله یا دست کده باشه آدم یا یک گپ سکشوال برش زده باشه اگه سر شما او ثابت شوه لایسنس تانه میگیرن و شما در عمر دیگه پرکتس کده نمیدار و تمام مانا مسئله که تانه از بین میره. از او خاطری بسیار زیاد مهمه. خب physician ethical responsibility چی هست؟ the patient trust. وقتی که مریض پیش ما شما میایه ببینیم باز اینجا گفته که ان الله یا امرکم ان تعدل امانات بهلا. مریض که پیش ما میایه گفتم که هیچ چیز نمیفهمه منتها شما هم شوهرش میشین هم بیادرش میشین هم مادرش میشین هم خوارش میشین هم بابش میشین که به اونمو شکل امراش باید پیش آمد کنیم. برای مریض آدم باید به بسیار دیگنیتی و آنر به احترام بدون کدام تبعیض امراشون باید آدم پیش آمد کنه. خب ایدگاهش خب پیشتر دیدیم. Physical ethical responsibility این حال از physician ethical responsibility اخلاقیش چی هست؟ او خب پروفیشنالیش بود از نظر مسلک‌آرایی بود. Patient's privacy هیچ وقت در مقابل یک مریض و شوهرش هر کسی که مریض اجازه بده گپش باید کس دیگه نشنوه غیر کسایی که در اون تیمتان برای ترینینگ است. این به نام یک قانون چندین وقت پیش است به نام HIPAA میگن Health Privacy Act قانون کنگرس پیش کرد که اگر شما موضوع پرایوسی راز یک مریض بر دیگه کس بگوین فعلاً لایسنس تان از پیشتان میگیره. از او خاطر پرایوسی مریض فوق العاده به کابل بسیار چیز شما ششتین اونجا یک دو تا ببخشی لندقه رو دیگه ششته از این آدم سوال میکنه که خب مثلا هفته چند شمره شورت یک جای میشی که آمدی برای انفرتیلیتی. اینی کلانترین گناه هست و اگه این آدم در اینجا بکنه لیسنس آدم میگیره. پیشنس کانفیدنشیالیتی باید به تمام مانو پیشنس مریض در سر آدم اعتماد داشته باشه. انفارم کنسنت که وقتی که اجازه شده میگیره باید کل چیزهایی را که برش میگه انفارم باشه. اوی را باید بفهمه.
مریض که ما این مریض ها vulnerable است، اینا ترسیدن، درد دارن، بسیار متاثر هستن، در یک حالت هستن که اینا فقط چنگال مندازن. اینی وقت است که آدم ترحم و مهربانی فوق العاده مهم است. دیگه سلف دیسپلین داشته باشه، که یک دیسپلین نفسی داشته باشه هر دکتر. دیگه بسیار زیاد حساس باشه در مقابل که مریضا را معاینه میکنه، که مثلا به خدا دکتر سبین، دکتر سب چون مراد ما بود فرزانه جانم، در مزار شریف رفتیم، مرا گفتن بیا یک مریض از دو اتاق ولادت ببینیم که چرا مچه کوچی داشت، بخلیم گرم نگتر شاک داشت. رفتیم، یک دالیز است، مقابل دالیز یک دروازه کلان است، دروازه واز است، پردام داشت نیست. 5 نفر مریض در اونجا افتیده برهنه دالت لتاتومی، از یکیش یک دانه پنس علقه از محبلش کشال است، یکی دیگهش حبل سروی کشال است. به خدا دکتر است ببین مغز ما در جوش آمد. همی اول کار کردم یک چادر پیدا کردم یارا پت کردم. ما همی شف سرویس که ما رو برده بود، خودش هم دکتر ولادی بود، از امی یخنه، ما در عمر متعصب اینقدر اعصاب ما خراب نشد، از امی یخنش گرفتم، گفتم دکتر تو میخوایی که خانم تمت باشه در سر میز و اینجا لندقرها تیر شوی رسل کنه؟ نه نمیخوایم دکتر. گفتم دیگه توی با کدام حق توی رو در یه وضعیت انداختی؟ از او خاطر بسیار زیاد مهم است که عفت مردم از نظر از اینکه چی قصدان معاینه میکنیش باید دادن بفهمه. دیگه physician must cultures be culture sensitive، از نظر کلتور بفهمه. شما اگه مثلا در ازارجات میرین یک کلچر مختلف داره از اینکه میرین در مابانی جالبات، مثلا امرو از اینا با مو رقم از اونا وضعیت میکنین در جالبات گرفتین، با مو رقم از اونا حتی به لسانشان اگه گپ بزنین و عاداتشان باید بفهمین. The enormous penalty for violator، کسایی که از این تخلف میکنن بسیار یک جزای قوی به اینجا برش میده. ببینین حدیث شریف است میگه که شما متوجه باشین که مابین قلب مریض و خداوند هیچ حجاب نیست، که دعای مریض و بدعای مریض فورا مستجاب است. این شما فکر کنید از این که دیگه زیادتر وظیفه مقدس کس دیگه نداره غیر که ما شما دکترها داریم و پرسنل طبی داریم. دکتر سبی خو امروز خلاص نمیشه، وقت ما خلاص شده، اگه یک دو سلاید دیگر هم سرشکر بزنم، اگه شما وقت دارین ما وقت دارم، اگه وقت ندارین بزیر یک روز دیگه خلاص میکنیم. اسلامیک پوزیشن اینی باز میگه از نظر مورال اسلام دیگه قسمت چی میگه. ما در سر ازی بسیار زیاد تحقیق هم کردیم، ما خودم هم 4 سال موضوعات شرعی خوانده ایم وقتی که در فاکولته و در مکتب بودیم. ببینین اسلام از شریعه منشأ میگیره، منتها متاسفانه که امروز شریعه را به 12 رقم مردم تعبیر کردن. امروز کشتن مردم در افغانستان، سخنگوی طالب صاحبا در او دکتر ریش منحوسش در چی میگه در دبی که در دوها که برای ما دکتر الزواهری فتوا داده که اگه این مردم بکشین فتوا سجاز است. از او خاطر شریعت اسلامی دیگه چیز است، شریعت که امروز میشه دیگه چیز است. معلوم داره شریعت از قرآن و حدیث و معلوم داره از امو خاطر است که در اسلام فندمنتالیزم نیست، ایش وقتی اگر و نیست که این امیر است. از او خاطر مذاهب مختلف است. هنوزم دروازه اجتهاد در اسلام بسته نشده که مثلا حنبلی و مالکی و شافی و مثلا جعفری و کل اگه از اینا، اونا کلشن به روی قرآن و احادیث برای ما شریعت طبقه بندی کردن که اینا تو خود پاک کنین، اینا تو نماز بخونین، اینا تو بانکداری تو نبکنین، اینا تو امرای مردم وضعیت کنین، اینا تو امرای مریض وضعیت کنین، اینا تو خود علم و دانش یاد بگیرین، اینا تو سیاست بکنین، بانکداری، کل چیزا را که بگوین اینا برای ما داده خود منتها. از خاطر است که اینی کتاب های اسمایی از روز که آمده که تورات است و انجیل است و زبور است و قرآن است و دیگه 2 لک صحیفه که است، اینا کلشان به صورت تدریجی آمد که ما را از صنف مدخل گرفته تا به فاکولته و پی‌اچ‌دی که در آخر اسلام آمد، هیچ کدام تبعیض امرای تورات اینا نداره. اسلام یگانه کاری که کرد که تمام قسمت هایی که از بایبل و اینا
زایه شده بود. اون موره از 114 سوره 8 سوره ازی برای دوباره احیا کردن تمام کتابای آسمایی است. دیگه اینال اگه وقت دارید پیش میریم، یک موضوع بسیار جد مهم است، من ایره میخواستم که برتان بگم، اگه باز دلچسپی نداری نمیگم، که اسلام در این قسمت چی گفته؟ که ما شما مثلا آیا ابورشن اجازه هست یا نیست؟ اگه نیست در کجاست؟ آیا IVF هست؟ آیا سرگسی اجازه هست؟ آیا مثلا فلانی چیز در ما یا اتیکل میگن، ما شما میگم روا است یا روا نیست، یکی. و دوم برتان میگم که یک انالیجی بسیار خوبه که دکتر جمال بدوی کرده که در چیست در کانادا است، که میگه چرا انسان به دین ضرورت داره، چرا به قرآن به کتاب آسمانی ضرورت داره، خودم عقل داریم، خودم راه خودم میافیم. اینی را از نظر ساینس و طب ثابت میکنه که انسان به یک راهنمایی مقدس از بالا ضرورت دارد، خودش نمیتونه که خدا و تمام مانا برای راست ببرد. اگه شما خواهش داشته باشین در سر زی گپ میزنم، این حال اگه میخواینی رو با یک روز دیگه خلاص میکنیم، اگه نیه همینجا بس میکنیم. استاد نمی موضوع بگوییم دیگه، حال نوبت گپ زدن شماست استاد. بسیار به تفصیل اگه بخوانیم همین موضوع را که بسیار مهم است در جامعه امروزی، دیگه هفته اگه بخوانیم استاد که سوالای خودم جمع کنیم، مثلا یک جنین انسفال است استاد، ایران میمانیم که چی کنیمش؟ اینی میگه پاک کلش در پایم سوالای ما را بگوین بسیار خوب میشه، بخیر براتان روانم کردیم. یعنی ببینین که پسان بازی میایه که مثلا چطور انسان خداوند چطور خلق کرد، باز پسان میایه که مثلا موضوعات انسفال چطور میشه و کانترسپشن چطور میشه و IVF چطور میشه، اینیا باز کلش میه، مثلا ادابشن در اسلام چطور میشه اینیا را. اگه باز خواهش داشته باشین اینه میره سباخ سوال جواب میکنیم برزی که در دیگه هفته باز بسیار خوب ما خواهش داریم استاد، بسیار خواهش داریم. در 15 دسامبر سوال ها را برتان روان میکنم، سبا شو سبا روز شما، ما شما هر سوالی که داشته باشین در سرش گپ میزنیم. اینه میره یک دفعه خواهش میکنم یک نیم ساعت یک ساعت تانه میگیره که به تمام مانا یک گردان کنین. بازینی را ما شما بعد از امتحان در 16 دسامبر بازی را خلاص میکنیم. وقت اگر سوال داشته باشین سوالاتان را خلاص میکنیم. خدا کنه که یک کمک واره براتون معلومات داده تانسته باشم، یک کمک واره براتون خسته کن نبوده باشم. خواهش میکنم، بسیار جالب بود استاد. استاد از این اجازه است یک اعلان میکنم که در شفاخانه شفاجو استاد ضیاءالاسلام شیوا درس رهبری و مدیریت میتن، مخصوصا در هاسپیتال منیجمنت. امیال تشریف دارن در کمره میبینیم، هر کس که خواهش داره که اشتراک بکنه ورود آزاد است، میتونن که بیاین از این داشته های استاد مستفید شون. بر یک ماست از 8 تا 9 ورود آزاد است. خوش آمدین، هر کس که میاین خوش میاین. هر روز است؟ هر روز است برای یک ماه. امروز لکچر سیومشان است برای یک ساعت از 8 تا 9. خود دکتر گل من نفهمیدم که سر کدام موضوع گفت میزنن؟ هاسپیتال منیجمنت استاد. هاسپیتال منیجمنت بسیار خوب گفت است، برای ازی که هاسپیتال منیجمنت ما هیچ وقت ترین نشدیم دیش. ما خودم هلت منیجمنت و هلت ادمنستریشن رو نمیفهم، بسیار کم میفهم. از او خاطر است که خودش یک فاکولته 4 ساله است، به هیچ نقطه دنیا دکتر وزیر سیه نیست. کسایی هستن که اونا دیپلوم دارن در هلت منیجمنت و هلت ادمنستریشن، چون در افغانستان دکترها منیجمنت میکنن، مثلا شما منیجمنت میکنین یا کسایی که وزیر سیاست دیگه و دیگه اینا دکتر هستن، در اینجا دکترها وجود ندارد. از او خاطر بهترین یک زمینه است برای شما که از استفاده کنید. این خود از زوم نیست، اگر زوم باشه ما میخوایم اشتراک کنیم. استاد مصطفی جان در زوم میشه؟ استاد استفاده میکنم؟
لکچرهای استاد شیوا را استاد مجددی میگن ما استفاده میکنم میشه؟ یعنی رکب کنید باشون رابط کنیم یا میخوایی از زوم باشتر زوم پیسه از پیشون میخوایی؟ شما اینقدر انترنتتان قوی نیست که زوم از اون طرف شما دعوت کنیم. از ما انترنت ما 1000 مگابایت پر سکند است، از شما 5 مگابایت پر سکند. از خاطر من که 1000 نفر را دعوت کنم. خیلی دیگه موفق باشین. بسیار خوب گپ هست بشنون از اشت اسما شما. دیگه ما همین وادیم است. دیگه هفت سبا سوال جواب است. روز 15 امتحان است. روز 16 ایره انشالله ختم میکنیم. حیات باقی باشه. استاد ببخشید یک سوال. چرا نبیدیم؟ امی دکتر صاحب که گفته بودن ما ویدیوها رو کلش به یوتیوب اپلود کردیم. من هرچی سرچ کردم نیافتم. ویدیوهای شما رو من اکثرا ندارم چون به اکثر لکچرها نبودم. سایکو بی بی. در ویدیو برو. در فارسی نیفتکو. در ویدیو نه در یوتیوب. استاد رفتم. نه خود. چی نوشته کردی؟ امروز که دکتر صاحب گفتم لکچرهای استاد مجددی. نه. دروسه. چی نوشته که درس های استاد قدرت الله مجددی. همتون نیست مصطفی جان؟ بله همه قسم هستی. نمی لینک هم بردم روان کنم. لینک شده برای من روان کرده. درس های استاد قدرت الله مجددی. امیر سرچ کردم نیافتم. اگر لطف کنه لینک برای من روان کنه. اون خودت مصطفی جان برای خاطر جان در چی روان کن؟ بسرد در گروه اینمی استاد بر ما یک مسیج بانید بازه این برتن روان میکن. بخیر اون دکتر سب خاطر جان در گروه ما نیستن. هم خاطر جان نمره تان اگر بر ما روان بکنین که ما در گروه عدتان بکنیم کل گپای نو در گروه هست میشه که از او استفاده بکنین و مصطفی جان کمکتان میکنه. دکتر سب خاطر جان 45 لکچر در باشه. تشکر دکتر سب. همراه دکتر سیف شفاجو و مصطفی جان با تماس شید. اونا چون مرکز هستن اونا باس ما هستن کلشون. 50 لکچر ما در وبسایت درست است استاد. بله میتونن استفاده بکنن. تشکر استاد. من به واتساپ شما دکتر سیف روان میکنم. باش تشکر. من برای تمیال امو واتساپ فارسی شه برای تا ایمیل میکنم. تشکر استاد. واتساپ شما غیر فعال است. گاهی وقت پیام میکنم. منم نمیرسه. خودت هم روی اینترنت تکلیف داری. یعنی دیگه کدام سوال نیست؟ رخصت چه ایم از پیش داد؟ تشکر استاد. زنده باشین. خیر ببینید. تشکر. خدا حافظ. تشکر استاد. تشکر استاد. خدا حافظ.